به نام خدا. سلام بر همراهان آوای ایران. این بسته خبری تحلیلی رو همراه با 4 خبر تقدیم حضورتون میکنیم. روسیه در حال عقب زدن نیروهای مورد حمایت رژیم ایران از بلندی‌های جولان است. سازمان اوقاف ایران روی کوه دماوند هم دست گذاشت. هشدار نتانیاهو به ایران: اجازه استقرار نظامی در مرزهای شمالی اسرائیل را نمی‌دهیم. و حک: با رفع تحریم تسلیحاتی ایران، درگیری‌ها در سوریه و نقاط دیگر شدت می‌گیرد. لطفاً پیش از تماشای ادامه ویدیو، اگر عضو کانال آوای ایران نیستید، روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنید و علامت زنگوله را فشار دهید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داد روس‌ها در یک هفته گذشته کنترل بلندی‌های جولان در سوریه را به دست گرفتند و به گروه جیش الحوران سپردند که از شبه نظامیان مخالف بشار اسد و رژیم ایران هستند. این شبه نظامیان به دنبال مهار نفوذ حزب الله در شهرهای آن منطقه و برچیدن پاسگاه‌های ارتش رژیم سوریه در جولان و اطراف آن هستند. جمعه شب در واکنش به پرتاب چند خمپاره از خاک سوریه به مناطقی در جولان، ارتش اسرائیل چند پایگاه نظامی در خاک سوریه را هدف قرار داد. به گزارش پایگاه خبری اسرائیل هیوم، نیروهای روسیه در حال عقب راندن نیروهای تحت حمایت رژیم ایران از بلندی‌های جولان و جایگزین کردن آنها با نیروهای وفادار به روسیه هستند. کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داده است که روس‌ها در یک هفته گذشته به طور مداوم کنترل بلندی‌های جولان در سوریه را به دست گرفته و گروهی از شبه نظامیان قفقازی را در آنجا مستقر کردند. شبه نظامیانی که در جولان مستقرند جیش الحوران هستند و فرماندهی آنها را احمد العوده به عهده دارد که علیه بشار اسد می‌جنگد. جیش الحوران متشکل از شبه نظامیان مسلمان قفقازی هستند که با بشار اسد و جمهوری اسلامی ایران دشمنند. در این میان نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی از طریق بلندی‌های جولان امنیت اسرائیل را تهدید می‌کنند. بنابراین تصمیمی که روسیه گرفته آشکار می‌کند ولادیمیر پوتین همچنان نمی‌خواهد آتش درگیری میان اسرائیل و سوریه شعله‌ور شود. گفته می‌شود شمار زیادی از افرادی که اکنون در جولان مستقر شدند شورشیانی هستند که پس از جراحت‌های جنگ در بیمارستان‌های اسرائیل معالجه شدند و از طرف دولت اسرائیل مواد غذایی و دارو دریافت کردند. این شبه نظامیان به دنبال مهار نفوذ حزب الله در شهرهای آن منطقه و برچیدن پاسگاه‌های ارتش رژیم سوریه در جولان و اطراف آن هستند و استقلال نسبی در اداره امور در بعضی مناطق را به گروه‌های محلی واگذار کردند. نیروهای حزب الله و شبه نظامیان مورد حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با خمپاره امنیت روستاهایی را که در اطراف بلندی‌های جولان قرار دادند تهدید می‌کنند و مزارع و باغات را به آتش می‌کشند. جمعه شب 3 مرداد ارتش اسرائیل در پاسخ به پرتاب چند خمپاره از خاک سوریه به این مناطق بعضی اهداف نظامی در خاک سوریه را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد هلیکوپترهای رزمی برخی سیستم‌های اطلاعاتی و راداری مستقر در پایگاه‌های نیروهای مسلح سوریه را نیز هدف قرار دادند. منابع سوری می‌گویند در این حملات تعدادی زخمی و بعضی مناطق در جنگل‌ها دچار آتش‌سوزی شدند. اسرائیل بلندی‌های جولان را از سال 1967 تا کنون در کنترل خود دارد. در هفته‌های اخیر جمهوری اسلامی تلاش کرده با انعقاد توافق‌نامه‌های نظامی حضور خود در سوریه را تقویت کند، اما با واکنش شدید اسرائیل مواجه شده و این کشور چندین پایگاه سپاه و حزب الله را در روزهای اخیر هدف حملات خود قرار داده است. روزنامه همشهری چاپ تهران روز یک شنبه در گزارشی خبر داد که سازمان اوقاف و امور خیریه ایران روی بخشی از کوه دماوند، مهمترین اثر ملی طبیعی کشور، دست گذاشته و برای آن سند گرفته است. این روزنامه در گزارش خود نوشت: بعد از ماجرای وقف جنگل، حالا برای بخشی از قله دماوند به عنوان مهمترین اثر ملی طبیعی سند وقفی صادر شده است. تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به 11 قسمت تقسیم شده و حالا برای 10 قسمت از آن یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف درآمده است. محمد نژاد رجب‌علی بیشه، رئیس اداره ممیزی و حدنگاری عرضی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران، به همشهری گفت که اداره اوقاف از دیوان عالی کشور حکم گرفته و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع
یک پلاک از 11 پلاک محدوده قله دماوند را به عنوان موقوف ثبت کرده است. این در حالی است که اوقاف با سازمان جنگل‌ها توافق‌نامه‌ای دارد مبنی بر اینکه برای هر گونه اقدام و اتخاذ تصمیم باید ابتدا با سازمان جنگل‌ها به توافق برسند. سازمان اوقاف در ایران سال‌هاست که به زمین‌خواری متهم است. از جمله در سال 1390 رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ایران از این سازمان به عنوان زمینخوار بزرگ یاد کرد، اتهامی که با واکنش تند مدیران این سازمان روبرو شد. در سال 1397 نیز امام جمعه لواسان از بازداشت 3 مسئول سازمان اوقاف به اتهام زمینخواری و سوء استفاده از موقعیت شغلی خبر داد. سازمان اوقاف و امور خیریه در تعریف نهاد اداره کننده موقوفات فاقد متولی در ایران است. رئیس این سازمان با پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین می شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داده است که به ایران اجازه استقرار نظامی در مرزهای شمالی اسرائیل را نخواهد داد. اسرائیل در شمال با لبنان و سوریه هم مرز است و آقای نتانیاهو حفاظت از مرزهای شمالی در برابر ایران را سیاست ثابت اسرائیل توصیف کرده است. نتانیاهو با اشاره به تنش‌های اخیر در پی کشتن یکی از اعضای حزب الله لبنان در حمله موشکی اسرائیل به خاک سوریه گفت: لبنان و سوریه مسئول هر حمله‌ای هستند که از خاک آنها علیه اسرائیل اجرا شود. 6 روز پیش در حملات موشکی منتسب به اسرائیل به حومه دمشق چند نفر از جمله علی کامل محسن، یکی از اعضای ارشد جنبش حزب الله لبنان، کشته شدند. رهبران حزب الله همواره درباره هدف گرفتن اعضای خود به اسرائیل و انتقام‌جویی در صورت چنین حملاتی هشدار دادند. 3 روز بعد از این حمله ارتش از تقویت نیروهای خود در مرزهای شمالی خبر داد و گفت که در صورت نیاز اقدامات دیگری هم انجام خواهد شد. ارتش اسرائیل در توییتی اعلام کرد که تقویت نیروها در شمال بر اساس ارزیابی وضعیت در این منطقه صورت گرفته است. بنیامین نتانیاهو هم امروز یک شنبه 5 مرداد از برگزاری جلسه‌های مداوم برای ارزیابی اوضاع با وزیر امنیت و فرمانده کل ستاد ارتش خبر داد و گفت ارتش اسرائیل برای واکنش در مقابل هر تهدیدی آماده است. نتانیاهو گفت اجازه نمی دهیم که به امنیت ما خدشه وارد کنند یا مردم ما را تهدید کنند. هیچ ضربه ای علیه نیروهایمان را تحمیل نخواهیم کرد. جنبش حزب الله لبنان از سوی حکومت ایران حمایت می شود و در مناطقی از سوریه هم به عنوان همپیمان ایران و حامی حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه حضور دارد. اسرائیل ایران را مسئول تحرکات حزب الله و دیگر گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی می‌داند. علاوه بر این، اسرائیل همواره هشدار داده است که به ایران اجازه نخواهد داد با برقراری پایگاه نظامی در سوریه اسرائیل را تهدید کند. اسرائیل بارها در ماه‌های اخیر به مواضع گروه‌های مورد حمایت ایران در سوریه حمله کرده است، هرچند که در بیشتر موارد بر اساس سیاستی سنتی ارتش اسرائیل درباره مسئولیت خود در این حملات سکوت کرده است. حملات روز جمعه به مناطقی در خاک سوریه و در نزدیکی مرز اسرائیل از جمله حملاتی بود که ارتش اسرائیل آن را تایید کرد. اسرائیل گفت که در پاسخ به پرتاب خمپاره از سوریه به بلندی‌های جولان با هلیکوپترهای خود قرارگاه دیدبانی نیروهای سوریه را هدف قرار گرفته است. بلندی‌های جولان بخشی از خاک سوریه است که بعد از جنگ 6 روزه اسرائیل و عرب در سال 1967 به اشغال اسرائیل درآمده است. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران میگوید که در صورت برچیده شدن تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران، نزاع در سوریه و جاهای دیگر شدت بیشتری پیدا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای هوک روز یکشنبه 5 مرداد با بیان این مطلب افزود که جمهوری اسلامی ایران مرتباً تحریم تسلیحاتی را نقض کرده و به این کار ادامه خواهد داد. تحریم تسلیحاتی علیه ایران از 13 سال پیش ادامه دارد، اما بر پایه قطعنامه 2231 شورای امنیت که در حمایت از توافق اتمی تصویب شده، قرار است 18 اکتبر 27 مهر سال جاری پایان یابد. آمریکا به دنبال تمدید دائمی این تحریم است. برایان هوک همچنین گفت که اگر کشورها اجازه دهند مهلت تحریم تسلیحاتی علیه ایران به پایان رسد، این امر به شدت به صلح و امنیت در خاورمیانه ضربه خواهد زد. او تاکید کرد هیچ کس معتقد نیست که ایران باید بتواند سلاح‌های متعارف بخرد و بفروشد. آمریکا برای خطرناک بودن انقضای تحریم تسلیحاتی ایران تاکید کرده و از ماه‌ها پیش کارزاری را برای جلوگیری از برداشته شدن این تحریم به راه انداخته است.
پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا در این باره نیز در اختیار اعضای شورای امنیت ملی قرار گرفته است. روسیه و چین پیشتر مخالفت خود را با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران اعلام کردند، اما ایالات متحده به دنبال متقاعد کردن مقامات دو کشور برای پذیرش این امر هستند.